درود از هرات باستان، از زادگاه بزرگان علم و ادب، به تمام میهن، به تمام مردم، به تمام شما عزیزانی که شایسته بهترین ها هستین، به هی میدان و تی میدان خوش آمدید. ما در ادامه سفر ما در ولایت زیبا و ولایت باستانی هرات قرار داریم و در این برنامه هم خواستیم که ارج بگذاریم و یاد بکنیم از مولانا عبدالرحمن جامی، شاعر و عارف بزرگ، همه چیزدان و یک شخصیتی که نامش همیشه وقت جاودان است. با شما یک جا میریم به آرامگاه ملا حسین واعظ کاشفی و در رابطه با زندگی نامه ملا حسین واعظ کاشفی هم بیشتر به شما معلومات ارائه میکنیم. امیدوار هستم که در این سفر هم یک ساعت ما را همراهی بکنین و بیننده برنامه هی میدان و تی میدان در این دیار با شکوه و باستان باشین. در گذشته های دورم می گفتند که جهان اقیانوسی است و در این اقیانوس مرواریدی است و این مروارید هرات زیبا و باستان است. خب دوستا، داشته خوب آمد نظر داریم که به شما هم تقدیم بکنیم، با ما همراه باشین. جا داره که تشکرم داشته باشیم از حامی برنامه ما انرژی اتک. انسان های قدرتمند قله های پیشرفت را پیمودن با انرژی اتک. قدرت و انرژی واقعی را در پیروزی موفقیت تان دریابید و قله های پیشرفت را صعود کنید. انرژی اتک، مشت پرقدرت. طعم خوب داره، اتک هم می نوشیم تا اینکه یک برنامه ما تو با انرژی را تقدیم شما هم بکنیم. خب دوستا عزیز، ابتدا سفر ما را ادامه میتیم، میریم به طرف آرامگاه مولانا عبدالرحمن جامی و بیشتر در رابطه به شخصیت و کارکردهای مولانا عبدالرحمن جامی میشنویم و بیشتر به شما هم بیان میکنیم. جا داره که کمک کوتاه براتون بگیم که فعلا هم در ارگ هرات قرار داریم، یا هم قلعه اختیارالدین که شما در رابطه به تاریخش در برنامه های قبلی برای شما بیشتر معلومات ارائه کرده بودیم و معلومات هم دارین. با ما همراه باشین و از این دیار زیبا لذت ببرید. بس که در جان و فکار و چشم بیدارم توی، هر که پیدا می شود از دور پندارم توی. تک بیتی بود از مولانا عبدالرحمن جامی. فعلا ما در محوطه آرامگاه عبدالرحمن جامی، یکی از صوفیان بزرگ و همچنان شاعر، همه چیزدان قرار داریم و خوشبختانه که آقای زلمه صفا، یکی از شخصیت‌های فرهنگی ولایت زیبای هرات باستان، هم در کنار ماستند تا بیشتر امروز بپردازیم به ساعت تاریخی و همچنان ساعتی که ما سر میزنیم و معلومات بیشتر را به دسترس ما و به دسترس تمام شما عزیزایی که بینده هستند قرار بدن. جناب صفا صاحب، خیلی ممنون از اینکه به ما هم فرصت دادین. اگر سلامی حرفی دارین، کمرای با در خدمتتان است. بسم الله الرحمن الرحیم.
گر کسی تو را پرسد از شهرها خوشتر کدام، ارخای راست گویی گو شهر هیری. ضمن عرض سلام وقت بخیری خدمت شما و همکارای محترم شما و عرض سلام ویژه دارم خدمت تمام شهروندان افغانستان و تمام بینندگان محترمی که برنامه زیبای ای میدان تی میدان را مشاهده میکنن و همیشه از جاذبه های گردشگری و داشته های فرهنگی و معنوی و اقتصادی و معادین حتی در سطح افغانستان که خوفته هست و فعلا معرفی نشده برای جهانیان از طریق برنامه شما معرفی میشه. عرض سلام و ادب دارم، امیدوارم که همیشه درخششی که داشتین درخشنده تر باشین. بسیار زیاد تشکر میکنم، شما بزرگوار هستین جناب صفا صاحب. چه خوب است که ابتدا بشنویم از شما در رابطه به زندگی نامه مولانا عبدالرحمن جامی و در رابطه به شخصیتشان. مولانا نورالدین عبدالرحمن جامی مقلب امام الدین یا جامی در سن 5 سالگی از خرجرد جام یکی از توابع فوشنج قدیم، یعنی فوشنج یا زندجان امروزی که جام وقت یکی از توابع ازی بوده. در سن 5 سالگی از اونجا با پدر بزرگوارش به هرات اجرت کردن و تا اخیر عمر به هرات ماندن و دوران زندگانی ازی بزرگوار میتونیم که به 3 مرحله تقسیم بکنیم. دوران طفولیت و نوجوانی که به آموزش علوم آغاز شروع کردن و در سن 39 سالگی شروع به تألیفات کتاب فراوان کردند که از او جمله محققین و نویسندگان جهان وقت و جهان اسلام تألیفات از اینا به حدود 45 مورد تا 51 مورد و در بعض مورد هم در 54 مورد ذکر کردند که از او جمله سام میرزای صفوی است که یکی از نویسندگان مشهور دربار صفوی است و دیگر در از شاگردان از او عبدالغفور لاری که بیشتر کتب از اونا رو به 45 تا 51 مورد ذکر کرده. حضرت مولانا نورالدین عبدالرحمن جامی بر علاوه از اینکه عارف و شاعر بودند سیاستمدار نیکی هم بودند، همیشه دادخواه بودند در قسمت گرفتن حق مردم از سلاطین به شیوه دوستانه. و از آثار و تألیفات مشهور مولانا عبدالرحمن جامی اگر بر ما بگین صفا صاحب. آثار و تألیفات 45 مورد از او خود بله میشه چند نمونه که زبان زده هم هست، مهمترین از اون رو بهارستان رو بگیم، 7 اورنگ بگیم، تعداد مثنوی هایی که 7 مثنوی نوشته کردن و یکی از نادرترین کارهایی که در قسمت تألیفاتی که مولانا صاحب نورالدین عبدالرحمن جامی داشتن در بخش ریاضیات تقسیم آب جوی سلطنی یا جوی انجیر را داشته. ما در هرات 3 جوی داریم. جوی که آبیاری میشه از دریای هیره رود سربند از او بسته میشه و تا اسحاق سلیمان که یکی از قریجات قدیمی شهر هست ادامه پیدا میکنه و در قدیم الایام کل کشور افغانستان و فعلا امیدوارم که همون دوباره همون احیا بشه. زراعت پیشه بودن مردم از اون زمانی که زراعت میکردن در قسمت تقسیم آب اینا همیشه مشاجره داشتن و جنجال داشتن، حتی به درگیری های منجر به قتل تمام میشده. بعد مولانا صاحب عبدالرحمن جامی در قسمت قلب بندی، ما میگیم قلب همین سربند های کوچک است، تقسیمات کرده به شیوه تقسیم کرده که امروز انجینر صاحبا و مهندسینی که ما داریم از روی همو تقسیمات آب مولانا صاحب نورالدین عبدالرحمن جامی که حدود 600 بیست و چند سال میگذره از روی از او کارهای خود انجام میدم که الحمدلله هیچ نوع مشکلی در قسمت مسائل تقسیمات آب که وابستگی داره مسائل ریاضیات نداریم. و در قسمت مسائل عرفان هم مولانا صاحب نورالدین عبدالرحمن جامی وقتی که با سعدالدین کاشغری رحمت الله علیه آشنا شد، استاد خود و پیر خود که در کنار از او آرامیده هست، به پای از او منصب شاگردی گرفت و وارد طریقه نقشبندیه شد که این بعد از دوره نوجوانی بود که در دوره جوانی، یعنی در طریقت نقشبندیه یکی از سرآمد طریقه های نقشبندیه بود که بعد از مولانا سعدالدین کاشغری نظر به روایاتی که خود مولانا صاحب عبدالرحمن جامی میگه که حضرت عبیدالله احرار منصبدار یا جانشین مولانا سعدالدین کاشغری میدانند، منتها خود مولانا صاحب احراری و عبیدالله احرار میگن که مولانا صاحب عبدالرحمن جامی جانشین مولانا سعدالدین کاشغری، یعنی سردمدار و رهبر طریقه چشتیه
در این موقعیت یا در این سرزمین بوده و در قسمت مسائل عرفانی بود که تا سن 39 سالگی مشغول مسائل طریقه نقشبندیه بودند که بعد از سن 39 سالگی آغاز به تألیفات کتب کردند که تا سن 81 سالگی که در 898 هجری قمری وفات کردند و مدفن از اونها در همین جا هست. جناب صفا صاحب چه خوب است که کم بر ما روشنی بندازین در رابطه با اینکه مولانا صاحب عبدالرحمن جامی به کدام سبک ها شعر می نوشتند؟ مولانا صاحب عبدالرحمن جامی همونطوری که در لوحه ورودی از اونها نوشته است خاتم الشعرا لقب دارند. بله خاتم بله. الشعرا به دو دلیل خاتم الشعرا هستند. یکی ازی که خاتم یک نگین بسیار با ارزشی است در سطح مسائل معدنی میگن مثل خاتم وری درخشش داشته. یکی مثل ختم شعرا است. ختم شعرا یعنی به سبک عراقی شعر می سرودند که بعد از مولانا صاحب جامی دیگه هیچ کس نتونسته به توانایی که به فصاحت و بلاغت و ادب که اینا داشتن شعر عراقی رو می نوشتن. یعنی ختم شعرهای دوره عراقی بوده. دقیقا مساحت این محیط که ما قرار داریم چقدر است جناب صاحب؟ مساحت هایی به اساس مساحت قبلی دوره عبدالله خان ملکیار یا ظاهرشاه که بسپاریم ثبت کتب هست که در حد 30 جریب زمین داشته. معدود مولانا صاحب عبدالرحمن جامی خود مقبره بوده، مسجد جامع هست که در سمت قبله از او هست، مدرسه بوده، پارک بوده. متاسفانه در طی دوران انقلاب این معدود و معدودتر شده، فعلا در حد 6-7 جریب بیشتر نیست به جز از پارکی که در سال 1000 پارکی که در بیرون قرار داره پارکی در بیرون قرار داده پارک در سالهای 84 استملاک شده که به دلیل از او به افراد مستحق پس داده شده به جز از این پارک در حد 30 جریب زمین بوده که متاسفانه اون حال معدودی از بسیار کم شده. بسیار زیاد تشکر میکنم جناب صفا صاحب از شما. بیاین ما تو قدم زده بریم که صحبت های شما رو هم بشنویم و آهسته آهسته بریم یک ادای احترام هم داشته باشیم. حسین جان گل ای مرقد یا آرامگاه خود مولانا صاحب نورالدین عبدالرحمن جامی است. بله او که در اینجا آرامیده هستند که در سال 898 وفات کردند و در 817 متولد شدند. خدمت شما یادآور باشم که این مرقد پیر طریقت از اینا مولانا سعدالدین کاشغری هست که پیر طریقت طریقه چشتیه بودن در خراسان کبیر و بعد از اون همونطوری که یاد کردم مولانا صاحب عبدالرحمن جامی بوده. او مقبره که هست یا آرامگاه از عبدالغفور لاری یکی از شاگردان بسیار با وفای مولانا صاحب عبدالرحمن جامی بوده که نظر به روایات بر علاوه که در قسمت دروس خود شاگرد اول بوده حتی از بس که اخلاص به استاد خود داشته حتی خدمت آشپزی استاد هم همیشه میکرده بشه. و روایت های هم که هست روی همه شما کلالای هست یادشان هم جاودان باشه. در رابطه به این درخت ها میشه که ما که بر ما بگین درخت ها در اصل خود درخت خنجک میگن یا درخت پسته. دلیلی که سر قبور بسیار از عرفایی که در هرات و در سرزمین خراسان کبیر مدفون هستند درخت ها شانده هستی که زمانی که این بزرگوارا فوت میکردن عرف عمرای تیموری بر این بوده که بروی آرامگاه های کسانی که بسیار دوست داشتن یک بارگاه می ساختن یعنی خانه پوشیده که او مربوط سلاطین بوده بسیار. مثلا امیر تیمور که شما در سمرقند ببینید روی از یک بارگاه داره. گورشاد بیگم که در مصلا هرات ببینید بارگاه داره به اون شکل. امیر علی شیر نویر که ببینید منتها در قسمت وصیت که خود عرفا داشتن به دلیل از اینکه عرفا میگن که همیشه رابطه انسان خصوصا عرفا با حضرت باری تعالی از طریق آسمان هاست. اونا سفارش از اینا بر این بوده که هیچ وقت روی قبر ما هم در بعد از مرگ ما هم نپوشین، بگذارین که رابطه ما از داخل قبر ما یا از موقعیتی که ما مدفون هستیم
با آسمان ها قطع نشه. به او دلیل اجازه نمیدادن که روی از این بارگاه بسازن گنبد ساخته بشه. اون تا بارگاه برای از این میساختن. شما اکثریت عرفای دوری تیموری که ببینین بارگاه های داره، مثلا این بارگاه است که از این بارگاه هم منیس یک نماد قدرت و اقتدار و فرهنگ و تمدن یادآوری میشه، هم جایی است برای نماز خواندن و برای تلاوت از کلام پاک الهی. و در داخل از این چله خانه هم تعبیه میشه که بعضی مخلصینی که در اینجا میآیند از طرف شب میمانند، بعضی 3 روز میمانند، بعضی 40 روز میمانند، بعضی 6 ماه تا سال اینجا میمانند. و در اینجا 2 تا اتاق کا تعبیه شده و او دلیل به خاطر حرمتی که است برای ازی باشه و یک صاحبانی هم باشه و یک نشانی هم باشه، در روزمون سنگ مرمر و خشت و چیزا که کمتر بوده، امی درخت پستر یا خنجک بروی ازی قبرا میشوندن که خود ازی درخت هم خوشبختانه امروز قابل ازی است که ثبت بشه از طریق وزارت محترم زراعت منیس درخت های کهنسال. ما در بسا کشورها میبینیم که درخت 400 سال 300 سال 200 سال عمر داره، میگن این ثبت ملی میکنن. این درخت و این درخت درخت های خنجک است یا درخت های پسته که از قدامت بیش از 600 سال برخوردار هست. الحمدلله در زمستان که میخشکه در تابستان سرسبز سرسبز است، در صورتی که آبیاری آنچنانی هم نمیشه به لطف حضرت الهی. بشک در رابطه به این رواق هم برامو بگین، سبک کشکوری که اینجا صورت گرفته ای از قدیم باقی مانده یا هم از سبک جدید است که استفاده شده؟ خود بارگاه مولانا عبدالرحمن جمی بعد از اینکه وفات کردن، نظر به روایات زمانی که حضرت جمی وفات کردند، خود سلطان حسین بایقرا با در صورتی که مشکل پا هم داشتند به جنازه از این بزرگوار شرکت کرده و تابوت از این رو سر شونه‌های خود گذاشتند و به او اساس حرمتی که داشتند زمان که حضرت مولانا صبح جمعی فوت کردند به روی تختکای استاد از اون اینا دفن کردند و از یک بارگاه بسیار عظیم مثل این بارگاه فیلی ساختند و مسجدی هم در سمت قبله از این یا در سمت غرب از این ساختند که مسجد جامع قدیمی و تاریخی هست که این تا دوری صفوی موجود بوده. متاسفانه به اساس درگیری ها و کشمکش هایی که در دوری صفوی بین صفوی ها و تیموری ها و شیبانی ها در هرات صورت گرفت، این مقبره زیر سمح های اسب های متجاوزین از بین رفته. این بارگاه سال 1371 که اداره آبادات تاریخی وقتی دوباره ترمیم کرد به دلیل نبود امکانات سنتی در سطح شهر هرات که کل کوره ها و کل کارگاهات متوقف شده بود، از خشت ایرانی ساخته بودند. باز خوشبختانه ما تا سال 1399 و 400 پیشنهاد از این دادیم به دفتر محترم تیکای هرات که بودجه از این رو دسترس مقدشتن. فعلا ما کل سازر که ساختیم با همکاری بزرگوارا از خشت سنتی هرات و از کشی سنتی هرات است. با هنرنمایی اساتید چهره دست هرات که خطی هم که شما در اونجا مشاهده میکنین، خط کوفی منصوب به هرات است. خط کوفی در اکثریت کشورهای اسلامی نوشته میشه، منتها خط کوفی که در هرات نوشته میشه به اساس مکتب هراتی است. یعنی در تمام دنیا خط کوفی هراتی هم مشهور است که یکی از نمادهای از او نوشته اشیه زردی که در روی کشی سفید نوشته هست، او منصوب به مکتب هرات است. شیوه مکتب هرات، یعنی هم از این کاشی های سنتی خود هرات است. کاشی دوره تیموری است، کاشی سنتی هرات است که به همون شکل دوره تیموری ساخته میشه. گل از به دست ساخته میشه و خود از کوره به کوره پخته میشه در 3 مرحله. مرحله 4 روی از خط نوشته میشه و دوباره توسط اساتید در نصاب در اینجا نصب میشه. خط از خط استاد عبدالجلیل توانا رئیس انجمن خوشنویسان ولایت هرات است و کشی از این هم توسط کارگاه کشی سنتی هرات با نظارت مدیریت آبادات تاریخی وقت انجام شده که ما خواستیم که مو احیای دوباره بنای تاریخی به شکل عملی از او داشته باشیم که الحمدلله در هرات این ظرفیت ها موجود است و امیدوار هستیم که بتونیم یه گسترش بدیم در دیگر نقاط افغانستان. بسیار خوب، ببینم تا یک بار قدم زده بریم و از این قسمت هم دیدار داشته باشیم. جناب صفا صاحب میشه که کم کوتاه در رابطه با این سنگ هم بگین؟ سنگ هم اونطوری که به شما گفتم که در دوسی مرحله تخریب شده و دوباره مرمت شده و ترمیم شده. در دوران انقلاب جنگ های داخلی که زمان روس ها در افغانستان بودن، این کمربند امنیتی بین مجاهدین و بین نیروهای دولتی بوده. او اساس اینجا که جنگ و درگیری بوده متاسفانه منهدم شده، سنگ میده شده بوده و وزیر آبار فراموش شده. خب این سنگ مقبره مولانا صاحب عبدالرحمن جامی است بلیا که سنگ قدیمی هستی است، دوباره از زیر آبار بیرون کردیم. در این گوشه مانده شده و
سنگ جدیدی هم که به همت ریاست اطلاعات فرهنگ وقت که جناب آقای ولیشاه بهره ریاست زور داشتن چندین سنگ ساختن در بارگاه های مولانا نورالدین عبدالرحمن جمی وایز کشیفی و دیگر بزرگوارا که بیشتر شعر از او از مولانا صاحب انبری است در اکثریت جا و مدیریت از او از استاد بهره است و استاد جلیل توانا خط از او نوشتن و حکاکای چهره دست هرات که هنوزم موجود هستن به همون شیوه دوره تیموری کار خود انجام بدیم که یادگاری از نسل امروز هم به نسل های آینده بمانه و ادای دینم از نسل های گذشته برای ما شده باشه. بسیار خوب، بسیار زیاد تشکر میکنم از صحبت های شیرینتان جناب صفا صاحب. اگر وقت بتین که یک بار بریم از مسجد هم دیدار بکنیم. میریم مسجد رو هم میبینم. بفرمایید صفا صاحب. سپاس از همراهی تمام شما عزیزی که تا ایدم با ما همراه بودین. فعلا هم آمدیم به آرامگاه ملا حسین واعظ کاشفی، یکی از بزرگان و واعظان دور تیموریان، و فعلا هم در محوطه آرامگاه ملا واعظ کاشفی قرار داریم. خوشبختانه که صفا صاحب هم است در کنار ما که بیشتر بشنیم در رابطه به زندگی نامه ملا واعظ کاشفی و همچنان فعالیت‌هایشان که صفا صاحب بیشتر بر ما روشنی مندازند. بازم سلام مجدد دارم خدمت شما و بینندگان محترم شما و همکارای تکنیکی شما. مولانا کمال الدین حسین واعظ کاشفی متولد 840 هجری قمری در شهر سبزوار که بازم متعلق به خراسان کبیر می شده که فعلا یک قسمت از سبزوار آن زمان فعلا به نام شندن مسمی شده که در یکی از ولسوالی های شهر هرات است. در اونجا متولد شده و در اوان جوانی به شیوه تصوف گراییده. بعد از او در عالم خواب شب دیده که مولانا سعدالدین کاشغری این طلب میکنند. مولانا صاحب واعظ کاشفی میگه که پسرم ما را دریاب، یعنی به طرف ما بیا. با صبحش حرکت میکنه، میایه به سمت مشهد و مشهد بسیار جستجو میکنه که مولانا سعدالدین کاشغری بیافه. نظر به شواهدی که در خواب دیده بودن باز اونا رو نیافتن و از اونجا گفتن که اگر این فرد تو میخوای پیدا بکنی باید در هرات بری. و زمانی که در هرات آمده متاسفانه بعد از فوت مولانا صاحب کاشغری آمده در حدود 3-4 ماه از وفات از بزرگوار گذشته بوده. پیر طریقه نقشبندی همونطوری که در برنامه قبلی شما یادآور شدن بودن، در اینجا که آمده سر مقبره از بزرگوار گریه میکرده که روبرو شده به مولانا صاحب نورالدین عبدالرحمن جمی. گفته تو کی هستی که قدر میگیری؟ گفته که من بزرگوار را در خواب دیدم، مر طلب کردن. و به او اساس گفتن که پس تو اگر میخوای که خدمتگزار از اینا باشی باید در اینجا بمانی و خدمت دین و مسائل عرفانی و ادبی و طریق نقشبندی پیش ببرید. خوبی قبول کرده و بر علاوه از اینکه در اینجا مانده، اینا نسبت با خانواده حضرت جمی صاحب داشتن نسبت خویشاوندی و در همون اساس ماندن به هرات و تا فعلا هم که باز برنامه بعد ادامه موضوعات بعدا خدمت شما عرض میکنم. یک دعای میکنیم رب العالمین.
روشان شاد باشه. الهی امین. مولانا سوایز کشیفی یکی از فضلا مفسرین دانشمندان ریاضیدان ها و بازم نجوم شناس بودن که حدود 35 سال خدمت وایزی در مسجد جامع بزرگ داشتن، بسیار یک شیوه بیان بلیغی داشتن، صحبت های بسیار ارزشمند و دانشمندانه همیشه داشتن که تعداد مخلصین از اینا روز به روز افزود می شده که نظر به روایات تاریخی 35 سال که اینا وضع مسجد جامع بزرگ خطابت و وعیزیت از رو داشتن، در 35 سال که 1680 خطبه میشه. بله بله. اگر نظر رو محاسبات بکنین خطبه تکراری نخوندن. تکراری نبوده، یعنی... ولی من میره در یک مقاله خوانده بوده. بله بله. یعنی در چهار هفته که در یک ماه هست، همونطور برمیگردیم به سال و برمیگردیم به 35 سال، نظر به بعض روایات 41 سال موثق 35 سال بوده اینا خطبه تکراری نخوندن. خود از این شاهد فراست و بلاغت از اینا نشان میده. و از این میشه برامو بگین که مسائل روز را چه قسم بیان میکردن، در کدام قالب؟ مسائل روز را اینا همیشه در صحبت های خود یادآور میشدن. یک شعر دارن که میگن رهروان عاقلان در کار ما از کار غافل، هنوز رهروان در رهروان بیدار ما در خواب خوش غافل هنوز. این در شعر خود میگفتن برای مردم او رو با تفسیر که میکردن که ما باید از غافله روزگار عقب نمانیم، چنانچه که اسلام عزیز گفته که باید رشد بکنیم، ترقی بکنیم. حضرت نبی کریم صلی الله علیه و آله فرمودند که اگر علم در سین یا در چین هم هست باید و دنبال از او بگردیم. به خاطر از اینکه بعد از مخلصین که اگر می آمدن در بارگاه یا در خانقاه یا در امو لنگر خود منداختن، می گفتن ما صوفی میشیم، متصوف میشیم، دیگه دنبال کاروبار نمیرین. اینا رو در بیانات خود می گفتن. بر علاوه که صوفی هستین، متصوف هستین، مسائل عقیدتی احترام و حرمت زیاد باید داشته باشیم، در کنار از این به جهت امرار معاش و در جهت ترقی امور روزمره دنیا هم ما باید کوشش و تلاش بکنیم. به دلیل از اینکه یکی از مشاورین خود سلطان حسین بایقرا بودن مولانا صاحب کاشفی، کوشش میکردن که مسائل سیاسی و مسائل اجتماعی با هم ربط بدن و مردم کوشش بکنن در جهت تشویق بکنن، در جهت بسیاری امور، در جهت پیشرفت امور، در کنار مسائل دین، مسائل دنیا را هم تشویق میکردن که باید کار بکنید. و تعداد زیادی از دانشمندانی که در هرات میزیستن در قسمت احیای دوباره بنای تاریخی و ساعت تاریخی هرات کوشش کردن که از اون جمله یکی باغ و بارگار ساختن. عبدالله خان ملکیار در کنار خیابان هرات بارگاه برای مولانا صاحب وایز کشیفی ساخت که ما شاهد از این هستیم که در اون زمان کاشی های از این تکمیل نشده بود. استاد فکری سلجوقی در کتاب خود می نویسه که کار از این تکمیل شده بجز از احیای کشی های هست. امیدوار هستن که روز فرزندهای زیر زمین بتوانند کشی های از این تکمیل بکنند. نام خدا یک فضای کاملا متفاوت هم داره این مکان. برای درخت های ناجو که زیبایی از اینجا بیشتر افزوده. اگر می قسم قدم زده بریم جناب صفا صاحب. ای برای که دوستان در پس زمینه خوبتر تاریخی هست، یک جاذبه گردشگری هست که در مراسم جشنهایی که قبلا برگزار میشد مثل نوروز و عیدا و مردم می آمدن به تفریح و برای گردش از فضا از استفاده میکردن. پلان ما این بوده که ما این یک پارک بسازیم برای دانشجوها، برای دانشجوهای پانتون، به خاطر از اینکه محصلینی که در دانشگاه ها در پانتون درس می خوانند ضرورت به یک فضای باز و فضای سبز و آرام دارند. ما می خواستیم که برای از اینا یک اتفاقنامه با ریاست پانتون هرات امضا بکنیم و پانتون های خصوصی که شاگرد هایی که مثلا جای و مکانی درست ندارند برای خانش دروس خود در اینجا بیان از این فضا استفاده بکنن به طور مجانی. و تا فعلا به هدف مرزه به وقوع نپیوسته و عملی نشده، امیدوار هستیم که مسئولین امروزی که در اداره آبادات تاریخی و ریاست محترم اطلاعات فرهنگ و ریاست پانتون هستن از این مکان استفاده موثر و مثمرتره. گذشته هم اینجا هم گنبد نداشت؟ نه. شکل بود؟ نه، دلیل همین که متصوفین که یاد کردم خود شما متصوفین و عرفا هیچ وقت نمیخواستن که رابطه از اینا با آسمان ها قطع بشه و او دلیل برای از این بارگاه ساختن. ما یک بارگاه داریم، یک گنبد. بارگاه که میسازن مسجد و خانقاه داره، گنبد که میسازن برای خود مقبره میسازن. او دلیل به اساس وصیت خود از اینا برای از اینا گنبد ساخته نشده و فقط بارگاه ساخته شده.
بسیار زیاد تشکر میکنم از خودم جناب صفا صاحب. دیگه وطندار عزیز، شما هم در ادامه برنامه با ما همراه باشین، هنوزم داشته های ما باقی مونده. خب دوستای عزیز، قدم زده در شهر هرات هستیم و از بعض قسمت ها هم دیدار کردیم که امیدوار هستم شما هم تا ایدم لذت برده باشین. دیگه همی فضا هم که میبینین فضا فضای غذا خوردن است. دیگه آمدیم به یکی از رستوران ها در شهر هرات که انواع مختلف غذا ها را آماده میکنن. گفتیم که طعم غذاهای لذیذ هم مزه بکنیم، از یکی از رستوران ها هم دیدار داشته باشیم. دیگه برادر عزیز ما هم تو آشپز لایق و توانام در کنار ما خوب هستیم، صحت شما خوب، بخیر هستیم. اسم مبارک چی است لالای گلم؟ بسم الله الرحمن الرحیم. اسم من شیرین آقا محمدیم. خود دیگه سر آشپز هستیم. بله سر. چند نفر اینجا آشپز است؟ اینجا پرسنل که آشپزخونه مکاست غذا اونجا رو آماده میکنم. 7 نفر پرسنل آشپزخونه به داخل سرویس ای غذا مکاست، 4 نفرم به شمول خود. نام خدا، نام خدا. شیرین جان عزیز، امروز بر ما کدام غذا رو مد نظر دارین که آماده؟ یک سینی ایراتی لالا، شامل کباب هم میشه، برنج باب هم میشه، یک سینی خوب برای شما درست میکنه. به شک. چقدر زمان میبره آماده کردن؟ آماده کردن 12 الی 15 دقیقه. 12 تا 15 دقیقه. بله. بیاین خیلی دیگه شروع بکنیم. بله بفرمایید. دقیقه که زمان میبره دیگه، آیسته آیسته ببینیم از کجا کار شروع میشه. چه قسم، البته دوستا ما به جای نرفتیم که اونجا دگ پخته میشه. این قسمتی است که دیگه اینجا غذا سرویس میشه، سرویس میشه. بله بله بر مشتری ها. بخش سرویس یه غذاست. خوب است خیلی کار آغاز بکنیم بخیر. چشم. کمک فضا تنگ است دیگه، اینجا دوستا هم در حال کار کردن هستن و همین گیروبار هم فعلا زیاد است چون وقت چاشت است و غذا تایم کاره. بله. با اجازه و دوستا هم زیاد علاقه مند. خوب سینی مخصوص 4 نفره ما، سینی مخصوص ایراتی شامل 5 مدل برنج میشه. برنج اول که است نارنج پلو. نارنج پلو. بله. باز بعدن برنج سفید. خیلی خوب. بله. بعدن که بریانی ایندی اضافه میشه برای او. باشم کچیریه، کچیریه حسیل ایراتیه که هسته غذای مشهور ایراتیه، خود ایراتیه. بله بله. بعدم کچیری گوشت لند. بله بیشتر به گوشت لند در فصلهای زمستان از گوشت لند است. بسیار خب، این سینی ما که هست، این مخصوص 4 نفره، 4 مدل برنج میخوره برزی. بعد تاچین میگذاریم ما. خب این چی هست؟ تاچین. تاچین هم میگم، خب کتم میگم. آه ما همو تدیگی برش میگم. بله بله بله. این کته، این به روی سینی به حساب دیزاینش هم خوبه، مزهش هم خیلی خوبه. خب شیرین جان، برنجا رو تزیین کردین درست؟ بله درست. آن میریم به قسمت بعدیش؟ بعدش که گوشت و اکبر جوجه میذاریم. خب بسیار خوب. بیا کمکی طرفتر بانش که دوستا هم ببینن به تصویر بشه که در این قسمت قرارش بیتی. خوبش. آها. خوب گردن ما، گردن گوسفند. بسیار خوب. 600 گرم وزن اینه. یه برو سینی میذاره. بعد از اکبر جوجه. به نام اکبر جوجه؟ اکبر جوجه بله. بیشتر اکبر جوجه مشهدیه. چون که غذای به حساب خارجی حساب میشه. غذای ایران، کشور همسایه ایران. این هم از اکبر جوجه. خب حالا میرسه نوبت به کباب. بسیار خوب. حالا کدام مرحلهش هست بخیر؟ وقت کشیدن کبابه نه؟ خب که کباب برای بگذاره. بسیار خوب. چند نوع کباب گفتیم که دایی شما میچینین؟ 5 مدل کباب. کباب وزیری. خب این فقط وزیرا میخوره؟ وزیری نه، همگی هست. اسمش وزیری هست. این نگینی؟ بسیار خوب. بله بله نگینی. آها. بال، کباب بال از بال مرغ. کباب کشتی. بسیار خوب. این هم کباب مخصوص ما الالاگا جان که به روی میسینی مخصوص ما، از این کباب هم یک سیخ میاره. بسیار خوب. بله. فعلا که دیگه نام خدا آماده شده، جای بله. دوستا هم خالی باشه، فقط ما خواستیم که جزء غذاهایی که در هرات ما زیاد مشهور است و این تمام مردم خواستیم که به شما هم با تصویر بکشیم که خوبتر ببینید. دیگه فعلا خویی خو مربوط ما میشه. بله بله. دوستای خودش روشتیم. نوشه جان. عالی بود.
فوق العاده. نوش جان، نوش جان شما. خوشمزه. خواهش میکنم نوش جان. فعلا دیگه آماده است یا کار مونده؟ یک کار دیگه مونده، وقت تزیین کردن سینی با سالاد. بسیار خوب. خیلی کم کم تزیینش بکنین، سالادش هم اضافه بکنین. بله، شروع میکنیم. اول با نارنج. فلان دیگه که آماده است. بله، فقط همی نخوت هم بانه قرمه دیگه تکمیل میشه سینی ما. بسیار خوب، نام خدا بله. که فوق العاده خوب. فلان که دیگه مکمل همی سینی هم آماده شد. بله بله. حالا ازی برای ما بگو که بپرسیم یا نپرسیم قیمتش چند از در بازار؟ قیمت این لالا گل سینی مخصوص چهار نفری ما 1500 افغانی. 1500 افغانی. چند میرسه اگه چهار نفر شراکت بیاین؟ 380؟ 380 بله بله میشه. خب بسیار خب دیگه دوستا، ما هم یک فضا را مد نظر میگیریم که بخیر بریم بشینیم. جناب صفا صاحب هم هستن کنار ما که چند لحظه همراهشان بشینیم و باز صحبت ها را داشته باشیم. بسیار زیاد تشکر میکنم از خودم. خوش آمدید. ما اگه خودت بگویم بیا که بریم امروز ما یک جا غذا بخوام، میفهمم که اینجا از کار میمونی. تشکر بله. اینکه همین چند لحظه هم کنار هم بودیم و طریقه آماده کردن از این سوینجر هم بر ما نشان دادین، خیلی ممنون تا. خواهش میکنم. تشکر باشم. خوش آمدین. خب وطندار عزیز، عزیزایی که بینده هستین، شما طریقه آماده کردن سینی را هم دیدین. البته ما طریقه سرویس دیشه دیگه که چه قسم چیده میشد و چه قسم تزیین میشد دیگه. خوشبختانه که صفا صاحب هم هستن در کنار ما. با معذرت که چند لحظه منتظر بوندین، ما گفتیم خوب است که می جریان سرویس دیش هم برای دوستا به تصویر بکشیم تا خوبتر ببینن. فاق جان از شما بسیار زیاد تشکر. تشکر، قربان شما. خوشحال شدم که اومدیم، تشریف آوردیم. زنده باشید. بخیر باشین. صفا صاحب یکم که در رابطه با خود تاریخچه سینی هم برام بگین در هرات. تاریخچه سینی ای اسم اصلی از ای که قبلا در هرات مسمی بود به اسم مجمع. مجمع مجمع یعنی جمع شدن تعداد از افراد. فعلا هم میگن یک مجمع، یک جمعی که جمع بشن. باز به داخل مجمع ها غذا جا میکردن و چهار پنج نفر حتی یک خانواده به داخل یک مجمع می نشستن، نان میخوردن. که خود از این بودن تعداد اعضای خانواده رو داخل یک چهار اطراف یک غوری، خود از یک محبت وجود می آورد، یک صمیمیت بیشتر وجود می آورد و یک از لحاظ اقتصادی هم صرفه تر بود که هر چیزی که بود اسراف نمی شد. ها خداوند فرموده کل و شرب ولا تسرف، بخورید بیاشامید ولی اسراف نکنید. و همون لحاظ مدت زمان و داخل مجموعه نان میخوردم. مجموعه ها که از این مجموعه میسی است، خود جنس از یک هسته، از جنس میس ساخته شده. خود میس هم در قسمت هضم غذا بسیار مفیده و ظرف دوغ هم از جنس میس است که در کنار عتق گذاشته است. در روز من ظرف هایی که استفاده میکردن بیشتر به خاطر از اینکه از لحاظ صحی اطباء زمان توصیه میکردن که در داخل ظرف میسی نان بخورین که به هضم غذا مفید است و در بعضی دفع بعضی مریضی هم بسیار موثریت داره. به او دلیل مجموعه میسی بود و خودم یاد میدم مجموعه میسی. منتها یک آدم های قوی تر باید میبودن به خاطر که وزن زیاد داشت. در همینج خوبی دیگه که داشت از صنعت مسکری خود افغانستان و در شهر هرات ما بازار داریم به اسم بازار مسکرها، حتما دیده باشین. در این بازار مسکرا او مجموعه در اونجا ساخته میشد. حتی دیگاهی که بود دیگاه هم دیگاه میسی بود، از او استفاده میشد. و از زمانی که باز تغییرات آمد و ظروف چینی و ملامین و پلاستیکی و اینا آمد، متاسفانه اینا کمتر شده. صفا صاحب ظروف میسی خیلی خوب است ولی در بازار یک ذره قیمت تر است. قیمتش بالا. با خاطر باز زیادتر هم وطنان ما
باسایی نمیتونن در دسترس چون قرار داشته باشه. خالی یک نویر خوبی است که مثل اینک استخراج میشه انشالله. مثل اینک استخراج شه یگانه مثل که غنی ترین معدن مثل در دنیا شناخته شده مثل اینک است. امیدوار هستیم که مقامات محترم دولتی افغانستان تنها به فکر استخراج و صادرات از این نباشن، به فکر از این باشن که صنایعی که در این مثل استفاده میشه گسترش بدن، صنایع فلزی و صنایع مس و اینا که هم از لحاظ صنعتی خوب است که کشور رشد میکنه، هم از لحاظ سیاسی بسیار مفید است و هم مردم به کار میفتن. تشکر از شما، برای شما خوب دیگه آیسا آیسا کم کم غذا میگیریم، ولی ما جا دارک باید یک یادآوری بکنم، یک کمک یک مازم گوشت گردن در آشپزخانه گرفتیم. خود باشی جان شما. اون تو یک موجود که هست که من امیدوار هستم که این سفره یک روزی پند بشه که از هر ولایت ما نماینده های از در کنار خود داشته باشین. ما اگر اینجا نشسته هستیم این غذا رو میخوریم به نمایندگی از کل مردم افغانستان است. برای همه شما اشتهای خوب میخواییم در خانه های شما. امیدوار هستم روزی در کنار شما باشیم. انشالله بخیر. انشالله. بفرمایید صفا صفا. فرق جان عزیز. ما خو با سینی رو باید با دست بخوریم. بله بله. ما دیگه قاشق پنجه اگه اجازه شما باشه نمیگیرم. من با دست میخورم. دست رو شسته ما. بسم الله الرحمن الرحیم. وطندارا عزیز جایتان خالی. فرمودی که پیشتر جناب صفا صاحب گفتن ای کاش که همه با هم کنار هم می بودیم و یک سفره همدلی که ما همیشه وقت میگم یک سفره داشته باشیم که از 34 ولایت ما اقوام مختلف ما با هم باشیم و در یک فضای بدور از هر نوع تعصب کنار هم باشیم و همی روزا رو به خوبی تجلیل بکنیم. انشالله امیدش داریم و به خیر و به خوبی که انشالله این خواب ما را به حقیقت بتانیم و بدل بسازیم. بسم الله. اشتباه خوب بسازیم. خیلی خوشمزه است و می طعم های مختلف آماده میتونه دای تجربه بکنه، چون پنج نوع برنج دوستا گفتن که آماده ساخته بودن و تزیین کردن که خیلی هم خوشمزه. جا داره دوستا که تشکر هم داشته باشیم از حامی برنامه ما انرژی اتک. انسان های قدرتمند قله های پیشرفت را پیمودن با انرژی اتک. قدرت و انرژی واقعی را در پیروزی موفقیتتان دریابید و قله های پیشرفت را صعود کنید. انرژی اتک مشت پرقدرت. تم خوب داره میتونید اتک هم بنوشید. بازم بسیار زیاد تشکر میکنم فایق عزیز از خودت، جناب صفا، از شما عزیزی که کنار ما بودین. انشالله صفا صاحب می داشته باشیم در کنار ما دیگه. صفا صاحب از شخصیت های فرهنگی ولایت هرات باستان است که همیشه وقت لطف میکنن و در کنار ما هم استاده میباشن. قربانتان. خب وطندار عزیز، آیسا آیسا ما هم رسیدیم به پایان این سفر. ما هم امیدوار هستم که از این برنامه هم لذت برده باشین. ما تلاش میکنیم تا بهترین زیبایی های افغانستان را، تاریخ باشکوه ما را ورق بزنیم، به شما بیشتر بیان بکنیم و تا درود دیگر همه شما را به خداوند یکتا و بی‌همتا مسپارم. یشاسن افغانستان، تل دیوی افغانستان، زنده باد، پاینده باد افغانستان. بدرود.